اون بالا که رسیدم زدم روی یه تخت سنگی اون بالا گفتم پرو بهت قول میدم یه روزی انقدر برم بالا که تو رو مثل یه حبه قند ببینم. اینجا گشت هوایی میدادم، هواپیما رو اینجوری کچ کردم، نگاه کردم گفتم پرو من به وعده وفا کردم، ولی تو همچنان استوار باش و حافظ شهر من باش. این عبارت شاه بیت زندگی سراسر افتخار جانباز سرافراز، خلبان تیز پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ به خلبان کیومرث حیدریان است. خلبان شجاعی که بعدها به واسطه دلاوری‌هایش در 8 سال دفاع مقدس لقب عقاب زاگرس را به او می‌دهند. او قبل از انقلاب در آزمون خلبانی نیروی هوایی ارتش پذیرفته و جهت کسب مدارج عالی علمی و تخصصی به امریکا رفت و در ایالت تگزاس موفق به اخذ مقام اول در بین دانشجویان منتخب 6 کشور جهان شد و کاپ قهرمانی را ربود. اصرار مقامات امریکایی برای حضور او به عنوان استاد خلبان از سوی او مورد قبول واقع نمی شود و امیر سرافراز جهت خدمت به ایران باز می گردد. شکارچی 3 جنگنده عراقی در آسمان کرمانشاه خاطرات شنیدنی از آن سالهای خون و حماسه در کنار همرزمان شهیدش یاسینی و عباس دوران دارد که از زیباترین آنها بمباران نیروگاه بصره تنها 150 دقیقه پس از مصاحبه کذایی صدام توسط او و یارانش است. او در یکی از عملیات‌ها در خاک عراق سقوط می‌کند و به درجه جانبازی نائل می‌گردد. این فرمانده شجاع علاوه بر حضور در بسیاری مأموریت‌های مهم و حساس و افتخار آفرینی در حفظ کیان نظام و مرزهای ایران عزیز در دوران دفاع مقدس، سالها به عنوان شهردار بوشهر و کارشناس خبره سوانه هوایی و سالیانی به عنوان کاپیتان و خلبان در پروازهای داخلی به مردم این آب و خاک خدمت کرده و هنوز هم در صحنه‌های حساس آماده جانفشانی برای آرمان‌های ایران اسلامی است. به عنوان پاسدار این کیان اسلامی عرض می‌کنم هر لحظه‌ای که با اینی که علی‌رغم اینکه از هواپیمای شکاری بازنشسته شدم، هر روزی که اطلاع پیدا کنم که کسی به کیان اسلامی من نظر داره تا آخرین قطره خونم مجددا میرم پرواز میکنم و میجنگم تا آخرین قطره خونم.